نمیتونم این همه بخورم. یعنی چی؟ باید جون بگیری. حالا دیگه دو نفری. بله، چه نفر دومی هم؟ پیر خواهش میکنم دوباره شروع نکن. چی شده؟ هیچی. این بچه ها از اسم پسرمون خوششون نیومده. بنسان، مگه بهشون گفتی؟ بله، نتونست جلو خودش رو بگیره چون خیلی بهش افتخار میکرد. خوشتون نیومد؟ نه نه نه، یعنی غافلگیر شدی. نه غافلگیر، منم غافلگیر شدم. من؟ چرا غافلگیر شدم؟ من نه، ببخشید آنو، واقعا ببخشید. من بیشتر بدم اومد تو اینکه غافلگیر بشم. ما فکر کردیم یاداوریش خوشحالتون میکنه. یاداوریش؟ یاداوریش؟ دقیقا از یاداوریش بدمون اومد. فکر کنم دارین از دو چیز مختلف حرف میزنید. نه آنا میدونه من چی دارم میگم. آره میدونم، ولی چیزی که متعجبم میکنه این واکنشته. میدونی چی منو متعجب میکنه؟ اینکه تو یه همچین کاری میکنی. از این بعید نیست، این دلغه که من اینو میشناسم، ولی تو باورم نمیشه. پیشنهاد من. بله بله، پیشنهادیش تو. میدونی ما راجع به کی داریم حرف میزنیم؟ چی کار کرده؟ چی کار کرده؟ من چه میدونم؟ من که هیچ وقت ندیدمش. من چه میدونم؟ من که هیچ وقت ندیدمش. خودش میفهمه چی داره میگه. خودش؟ این چه طرز حرف زدنه؟ تو اگه میخوای چیزی بگی به خودم بگو. پس بعد بگم کاملا دیوانه دختر. بچه ها بس کنه دیگه. بس کنه. اجازه بده، اجازه بده. نه شما وقتی یه همچین اسمی انتخاب میکنی یه همچین مسائلی پیش میاد. من اصلا نمیفهمم به این چه ربطی داره. تو کی هستی که با من اینطوری حرف میزنی؟ نه آنها خواهش میکنم، منظور پیر اینه. نه خیلی معلم زبان فرانسه از خوب میدونه. دقیقا من مفهوم کلمات و تاثیرشون رو خیلی خوب میفهمم. دهنتو ببند. گوش من هر اسمی دلم بخواد رو پسرم میذارم. اتفاقا نمیتونی. تو خیلی ببخشید، کسی که اسم بچه هاشو میذاره آکولن و میرتی ای. لازم نیست به من درس بده. لحظه دوستان خواهش میکنم. خانم آقایون، خانم ها آقایون، توجه. همه شوخی بود. آنا تو از کی میدونستی؟ بابا خواهش میکنم من اصلا داخل این قضیه نکنید. نه بایش را از کی میدونستی؟ خفه شو. ببین بنسا، من درک میکنم که زخمی شده. حتی درک میکنم که احساس کنید بهتون خیانت شده، ولی در واقع هیچ کس نمیخواست اذیتتون کنه. ببخشید الان چه شبیه روانکاوا داری صحبت میکنی؟ ازت یه سوال پرسیدم، از کی میدونستی؟ چه فرقی میکنه؟ نه برای من مهمه، باید بدونم زن من از کی داره به ام دروغ میگه. تو خودت همیشه ترجیح نمیدی همه چیزو ندونی؟ میگی هر کی باید دنیا یا خودشو داشته باشه، راحت زندگی کنه، راحت نفس بکشه، بعدم همه چیزو که نباید به همه کس. خب پس به من نمیگفتی. خودم من که سعی کردم، ولی گوشت بدهکار نیست. حالا من مقصر شدم. ببین بنسا، خواهش میکنم یه دقیقه گوش بده. این یه ماجرای بین مادرت و بهترین دوستت. من درک میکنم قبول کردنش راحت نیست. اگه وظیفه من نبود راجبش حرف بزنم، این تصمیم باید اینا میگرفتم. اگه اینو نمیتونی درک کنی، واقعا من نمیتونم. اون باتری رو اینقدر سر نکش. دلم میخواد سر نکشم. دهنه تو داغون کرده. بس دیگه، اینقدر ازش دفاع نکن. تو شاید حالت خوب باشه، ولی من نیستم. من میخوام که واقعا از دلت در بیاره و باور کن که این کارو میکنه. ببخشی اگه نکنم چیکار میکنی؟ بنسان حواستو جمع کن، این دفعه دیگه فرق میکنه. من چی کار میکنم؟ اون شروع کرد. این شروع کرد؟ بسه حالیت چی میگی؟ خدایا. نه بنسان، این تو نیستی، محاله. مردی که 2 ساله دارم باهاش زندگی میکنم، مردی که دوستش دارم، از سرشم دارم سعی میکنم ازت متنفر نشم، اما واقعا کار سختی. اصلا من باورم نمیشه این بچه ای که تو شکمم از توه. بله، این تنها چیزیه که خودت گفتی. منظور چیه؟ چه میدونم، احتمالا امشب اعتراف دیگه ای هم وجود داره، چون همه دارن اعتراف میکنن. من در مورد خودمون هیچ وقت باید دروغ نگفتم، هیچ وقت. من از این به بعد تنها چیزی رو که میبینم باور میکنم، همین. عالیه، خیلی خوبه. آفرین بنسان، همینطور ادامه بده. از این به بعد اون چیزی که دیگه نخواهی دید پسر دید. یه نفس باشی کجا؟